که قبرم می کنم زنگ، آخه به بالینم نهن خشت و گل و سنگ، آخه وای نه دست دارم که با مورم کنم جنگ، وای نه پا دارم بریزم کوچه ی تنگ. عزیزان دلم داغ دیدی امروز کنار تربت ی عزیز اومدیم، کنار تربت ی سید بزرگوار که به گردن همه ما حق دارن. لا اله الا الله. وای درخت غم به جونم کرد ریشم، وای به درگاه خدا نالم همیشه، نالم همیشه، آخه یکی درد و یکی درمون پسنده. عزیزان دلم دوستان سید بزرگوار هم رزمانش اومدن کنار تربتش، امشب شام قریب این عزیزه، انشالله امیر المومنین لنگر زمین و زمان دستش رو بگیره، یه سلامات بفرست. های اما پیغمبر ندارد، آخه عجب چشم قشنگی دارد آدم، وای چه مردن بیند و باور ندارد، باور ندارد. آخه این تمام پیشش نبودم، پیش آقا جونم نبودم، نایمدیم تا واسه خاک کردنش اومدیم. حاجی جان گریه نکن، خدا بابا راحت شد، قصهش کشید، قصه راحت رفت تو خواب بدون درد. کاش شما هم رفته بودیم سر خاک. سید خدا رحمتش کنه همیشه بیشتر به زنده ها اهمیت میده تا رفته ها. تو حامد بیشتر به من احتیاج دارین تو خونه عزیزم، سیدم جاش امن امنه، منم از اینجا میتونم براش فاتحه بخونم و ذکر بگم. کجا داری میری؟
میرم بیرون یه بادی به سرم بخوره، یه ذره آدم ببینم، شاید دانشگاه هم رفتم یه سر. خیلی کار خوبی میکنی. میخوای منم باد بیام؟ نه، شما پیش حامد باشین، من تنها باشم بهتره. مطمئنی حالت خوبه؟ یه بوس بده مادرت. قربونش برم، خیلی مواظب خودت باش. یادت باشه تو الان دو نفری. خداحافظ. بار دیگرم نثار شادی روحش دست جمع بخانید. رحم الله منقر الفات همه از صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایون، متشکرم که تشریف آوردین، قدم رنج فرمودین. عجتون آقای امام حسین، خواهشی ازتون دارم، هیچ کس جایی نره از اینجا. نار مهمون سید، برای شادی روی سید یه سلام. ممنون که اومدید، هم خودت هم مامانت. خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. امیر الان کجا میری؟ همون برنامه که عمو قاسم گفت، تدارک نهار دیده، از اون برم آقا جونو میرسونم خونه. بعدش کجا میری؟ با آقا جون کار دارم، یکی دو ساعتی میخوام باش حرف بزنم. درباره من؟ نه، بین خودم و آقا جونه. یه حرفایی هست که حتما باید بهش بگم. یعنی تا شب خونه میمونی؟ سعی میکنم عصر یکی دو ساعتی بیام شرکت. دیگه داره اوضاع دستمون خارج میشه عرقمون. همه این مدارک ها مونده، قرارداد ها مونده، نمیدونم فاکتور ها میشه که... عصر من بیام دنبالت با هم دیگه بریم شرکت؟ چرا بهم نمیگی موضوع چیه؟ فرض کن دلتنگت میشم. فرض میکنم ولی خانه هم نمیکنه. امیر جان خواهش میکنم. خیلی سخت آدم عزیزشو از دست بده. نه سخته از اونیه که آدم فکرشو بکنه. لازم نیست فکرشو بکنم، تجربهش کردم. خدا رحمت کنه شما. تونستیم ردی از دزدا بگیرین؟ پلیس پیگیرشه.
بالاخره گیرش بیاریم. حستون شبیه انتقامه. انتقام خیلی آدم آروم میکنه. یه انتقام نیست، نه دنبال عدالت. عدالتی وجود نداره آقای مالک. انقدر تجربه تو زندگیتون داشتین که اینو بدونین. فقط انتقام آدم تنهایی میتونه انجامش بده. یه کبریته میکشی، یه زندگی رو میسوزونی. من منتظر عدالت میمونم. همه مثل شما انقدر صبور نیستن. صبوری و روزگار به هم یاد داده. یادم داده که صبور باشم. فکر نمی کردم گریه مرد محکمی مثل شما رو هیچ وقت ببینم. من تو زندگیم زیاد اشک ریختم. شما اشکای من ندید. منم همینطور. ولی فکر نکنم فرصت بشه شما هیچ وقت اشکای منو ببینید. منظورتون نمیفهم. به دلیل سفرم. شاید فرصت دیدار زیاد نباشه. خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. آقا پارسا، اینجا چی کار میکنی؟ خوبی؟ خوبم، ولی شما انگار خوب نیستی. من اصلا خوب نیستم. کمکم کن نازنین خانم. حدیث بهم گفته برو، ولی من نمیتونم برم. به خاطر عذاب وجدانت؟ بیشتر از عذاب وجدانه. نمیتونم فراموشش کنم. برام مهمه، ولی اون کاملا برعکس فکر میکنم. بهش حق بده. بهش حق میدم. باید قبول کن که حدیث تو عصبانیت نباید تصمیم بگیرم. شما دوتا واسه هم مناسب نیستی. حالا به هر دلیلی که به خودت حدیث مربوطه، شرط واسه خودتون سخت نکنی. یه دوره فکر میکردین عشقه، ولی الان معلومه که عشق نیست. ولی دوستانه و منطقی از هم جداشین بهتره. به نفع جفتتونه، باور کن. وگرنه من نه بخیلم نه حسود. دوستانم جفتتونو خوشحال و سرحال ببینم، چیزی که خیلی وقت نیستین. ما تو بد موقعیتی با هم عقد کردیم، همه چی هم بدتر شد. من اشتباه کردم آره، ولی
اون نباید از من جدا شه. من شوهرشم، الان پدر بچه‌شم. اون بچه پدر میخواد، آینده میخواد. نگران اون بچه نباش، اون طفل معصوم قرار نیست به دنیا بیاد که مشکلی برای شما یا حدیث ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی یه اشتباه بود که میشه پاکش کرد. چی؟ من فکر میکردم میدونی. چی رو؟ اون که اون بچه قرار سخت بشه. کی این تصمیم رو گرفته ها؟ خودش. حدیث دختر منطقیه، میدونه اون بچه تو این شرایط هیچ آینده ای نداره. دست و پای حدیث هم واسه انتخابای بعدی میبنده. حدیث خیلی بیخود کرده. این چه طرز حرف زدن آقا پارسا؟ همینی که هست. فکر کنی چون بچه تو شکمش هر غلطی که بخواد میتونه بکنه؟ آره، بدون مشورت با من؟ من چی کارم این وسط؟ اصلا پدر مادرش میدونن که میخواد این کارو بکنه؟ نه، مامان باباش نمیدونن. فقط شما میدونی؟ آره؟ همینجوری نشستیم با هم صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم که بریم بچه رو بندازیم بدون هیچ مشورتی با یه بزرگتر، بدون اینکه من بدونم. منو بگو فکر میکردم شما بهترین رفیق حدیثی هستم. اینجوری؟ با این توصیه‌های احمقانه‌ای که بهش کردی؟ من پدر اون بچه‌ام. چه آدمای خودرازی هستین شما. من فکر میکردم شما هم بدت نیاد اون بچه سخت بشه. شما چطوری جای من فکر کردی؟ اصلا بی خود کردی جای من فکر کردی؟ هم من هم حدیث فکر میکنیم شما یه پسر ضعیف احساساتی هستی که تا تقی به توقی میخوره سری میدونو خالی میکنه، که تا الان هم این کار کردی. ما هر تصمیمی که گرفتیم به خاطر شخصیتی بود که خودت به ما نشون دادی. ناراحت نش آقا پارسا، من باور داشتم که شما هم از نبود اون بچه خوشحال تر میشی. من قبول دارم هر کسی ممکنه اشتباه کنه، ولی این همه شخصیت اون آدم نیست. یه سوال ازت میپرسم، راستشو بگو، شما حدیث رو دوست داری؟ چطور هنوز نفهمیدی آخه؟ حدیث همه زندگی منه، هم حدیث همون بچه که اشتباهی نبوده. چند ساعت خواب بودم اما اونقدی که تمام خستگیات جبران بشه. بیا عزیزم. اشتها ندارم. ممنون. فکر کن خوردن و نخوردن این مثل دوست داشتن و دوست نداشتن من میمونه. حالا منو دوست داری یا نه؟ چه مدل شما اما من بچه 5 سالم؟ نه نیستی قربونت برم، اما من نگرانتم. خواهش میکنم. بابا دستم خیلی نراحته. نه فکرشو بکن 1%. اصلا چرا با من این کارو کرد؟ میفهمیم قربونت برم، میفهمیم. من فهم خواستم درسمو بخونم، میخواستم بهترین بشم، همین. ما همه چی رو میدونیم قربونت برم، نیازی به توضیح نیست. فقط یادت باشه غریبه همیشه غریب است. من میرم باز میکنم. الو
باشه. چون بچه چی کار میکنی؟ تو رو خدا کمک، تو رو خدا، تو رو خدا کنید بچه مو بده بیشترم. بسر بسر بچه 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 مانی خوب گوشاتو باز کن ببین به چی میگم عوضی. حق نداری حتی از 10 کیلومتری خواهر من رد بشی، که اگه رد بشی انگار جنازته که رد میشه میره سینه قبرسون. فهمیدی یا نه؟ من کاری نیستم که، اصل کار یکی دیگه است. من چند درقز پول میگیرم فقط، منو فرسته سینه قبرسون و بقیه چی کام کنی؟ این پول، پول خونه بابامو، 1000 تا کسافتکاری دیگه که تموم شد رفت. بگیر بده به اون نامرد بی همه چیز. یادت نره راجب اون 10 کیلومتر به اون بی همه چیزم بگو. شهرونده، ما اگر خبردار میشدیم میرفتیم به ایزارو بعد میرسیدیم خدمتون. خواهش میکنم، ایرادی نداره. واقعیتش اینه که ما فکر کردیم بهتر خبر ندیم، شاید شما پذیرای ما نباشین. این بود که اینجوری خدمت رسیدیم. اختیار دارین، در خونه ما بروی همه بازه. خواهش میکنم. ببخشید مرضیه خانم، البته جسارت جلوی پدر مادرش من بخوام صحبت کنم، ولی واقعا تمام روح و روانم درگیر داستان این دوتا بچه شده. من نه سر پیازم نه ته پیازم، اصلا به من ربطی نداره، ولی واقعا خب حالمون بد میشه. حیف نیست این دوتا جمع به هم دیگه نرسن؟ قبول دارین حرف منو؟ خدا شایده که من و آقا مالک همه تلاشمون رو کردیم که این دوتا جوان یه جوری با هم کنار بیان و ما دخالت نکنیم. برای ما هم خیلی سخته که این دوتا از هم جدا بشن، اما خب به اجبارم نمیشه پیوندشون داد. آره دیگه، اینم حرف حقه که شما میزنی. خانم پورسلیم، برای اولین بار مزاحمتون میشم، میتونم خواهش کنم که با حدیث جان تنها صحبت کنم؟ به عنوان مادر پارسا، کسی که به خاطرش پشت کرد به دختر شما، باور کنید من روحم هم خبر نداشت. من اومدم اینجا تضمین کنم پسرمو. من و پدرش اومدیم که ازتون خواهش کنیم این ناپختگی و این جوانی این پسر رو ببخشید. من واقعا پسرمو ایمان دارم بهش که این عشقش واقعیه، و ازتون میخوام که یه لطفی بکنید، یه اتفاق خوبی بیفته. شرمنده، من زیاد بلد نیستم حرف بزنم، میترسم یه چیزی بگم بعد برداشت بشه. منم حرفم همونایی که مادر پارسا جان گفت، ولی ایمان دارم که پارسا میتونه دخترتون رو خوشبخت کنه. این مدت هم درگیر کار مادرش بود. متاسفانه حدیث خونه نیست، اما من مطمئنم اگه بود و حرفاتون رو میشنید خیلی تحت تاثیر قرار می گرفت. اگه اجازه بدین من یه زنگ بزنم ببینم کجاست. خدا خیرتون بده. ممنون. اگه لطف کنی که ممنون میشیم. خواهش میکنم.
شما نظرتونه که ببخشید. خواهش میکنم. راحت باش اگه میخوای جواب بده. نه. پس اول معاینه بشم؟ بله. شما پاشو برو تو اتاق معاینه آماده شو، منم الان میام. باشه چشم. کجا؟ اون سمت. تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ جمع کن بریم. برو بیرون پارسا. با هم میریم. گفتم برو بیرون. حدیث تمومش کن، دیگه هم تکرار نمی کنم. خانم دکترم خیلی خوب میدونن که بدون رضایت من هیچ اتفاقی برای اون بچه نمیافته. مگه اینکه غیر قانونی که اون موقع پای قانون میاد وسط. آی محترم اجازه میدین؟ اجازه نمیدم. ایشون همسر منه، خیلی هم دوستش دارم ولی نمیفهمه. خب بچه هم بزرگ میکنم، میذارم تخم چشمام بزرگش میکنم. آروم باشین، بگین موضوع چیه خانم. موضوع اینه که بچه که تو شکم این خانم متعلق به منم هست. این خانم نه قانونن، نه شرعی، نه احساسی، نه انسانی، حق نداری دست به اون بچه بزنه. مگه اینکه من بخوام. اومدنش اینجا اشتباه بوده، وقت شما رو هم گرفته. من عذرخواهی میکنم. چرا انقدر عذرخواهی نکنی؟ از تو عذرخواهی نکردم، از خانم دکتر عذرخواهی کردم. این بار تویی که باید عذرخواهی کنی. ببین حدیث، اگه منو نمیخوای باشه، اگه بچه رو نمیخوای باشه، ولی باید به دنیا بیاریش، چون من پدر اون بچه‌ام. متوجهی چی میگم؟ پدر اون بچه‌ام. جوری هم تربیتش میکنم که نه مثل من ضعیف بشه، نه مثل تو لجباز. مثل خودش بزرگش میکنم، نه مخفی کاری کنه، نه دروغ بگه. بخشیدن بلد باشه، کاری که من و تو اصلا این روزا بلد نیستیم. واقعا این بچه رو بزرگ میکنی؟ تنهایی؟ آره تنهایی. چجوری میخوای ثابت کنی؟ بیا کنارم زندگی کن، بهت ثابت میشه. دیوونه، اونجوری که دیگه تنهایی نمیشه. چه میدونم، هر جوری بالاخره میتونم بهت ثابت بکنم. شما همدیگر رو دوست دارین، برین سر خونه زندگیتون، برین دیگه. پول ویزیتتون هم پس بگیرین، مهمون من. اینجا هم دیگه نبینمتون، مگه واسه زایمان بچه‌ت. ببخشید. حدیث من آدم کاملی نیستم. شاید مثل همه آدم ها خیلی اشتباه دارم، شاید اشتباهات من بیشتر باشه. ای تصمیم گرفتم ازدواج کنم، تو رو انتخاب کردم، گفتم با هم فکر میکنیم، حرف میزنیم، ازت مشورت میگیرم، کامل تر میشم. منم همینطور، هم تو رو انتخاب کردم که کامل تر بشم، از تجربیاتت استفاده کنم، خیالم راحت باشه همیشه کنارمی. اینکه تنها هم بذاری بارسا، اینکه تو زودتر از من کم بیاری. واقعیتم خیلی بد بود حدیث، خیلی بد. بس میگی بعد با تو تقسیمش میکردم که نکردم. امروز یه پارسایی دیگه دیدم. خوب یا بد؟ متفاوت. یه پارسای محکم، پارسای که با اطمینان حرف میزنه، حرفاش ایمان داره، حرفاش به عشق واقعی میده. حدیث جان ببخشید اگه داد زدم. داد زدن همیشه کار بدی نیست، یه وقتایی توش غیرت هست، مردونگی هست، احساس مسئولیت هست. برای همچین داد زدنی نباید عذرخواهی کنی. اراده کنی سرت داد میزنم. مسخره بازی در نیار. امروز بعد از مدت ها احساس کردم تنها نیستم، یکی مراقبمه.
خودم هم نفهمیدم چطور اومدم اینجا، فقط یه موتوری گرفتم خودم رسوندم به تو. به کاری که میخواستم بکنم فکر نکردم، فقط به این فکر کردم که اگه بچه سقط بشه خیلی بد میشه. باید ایسا که یه خورده دیگه میرسیدم چی میشد؟ هیچی نمیشد. من فقط برای معاینه ساده رفته بودم اونجا. البته دیشب مطمئن بودم، به نازنینم گفتم، ولی تا صبح خیلی فکر کردم. دیدم باید جواب خدا، خودم، کچونم، مامانم و تو رو بدم. پس بعد اول خودم مطمئن می شدم. حالا مطمئن شدی؟ آره مطمئن شدم. شاید یه ذره میشه رو حساب کرد. حدیث این همه داد بیداد کردم تو زمین که یه ذره میتونی رو حساب کنی؟ ای کاش زودتر این ماجرا رو بهم گفتی. به خاطر امنیت خودتون بود آقا جون، تو این کار نباید خانواده رو درگیر کرد. این یه اصله که منم پذیرفتم. به نظرتون اشتباه کردم این شغل رو قبول کردم؟ نه، همیشه تو زندگیم سعی کردم بچه هم یه جوری بار بیان که علاوه بر خودشون برای مردمشون هم مفید باشن، آرامش و خوشبختیشون در گروه آرامش و خوشبختی مردم باشن. خدا شکر حالا دیگه همین چیزاست که آرومم میکنه. پس اصل ماجرا این بوده تو در نقش یه حسابدار میری توی اون شرکت استخدام میشی تا بتونی به اطلاعات اون شرکت دسترسی پیدا بکنی. یه صحنه ساختگی قتل واسه هاتف ترتیب میدن، تو ازش خبردار میشی ولی به بازیشون ادامه میدی. ارغوان وانمود میکنه که بهت علاقمند شده، اونا فکر میکنن تو تومه هستی، در واقع اونا تومه یه تو میشن. این وسط ارغوان یواش یواش واقعا بهت علاقمند میشه، تو شک میکنی، یه کاری میکنی که همکارات برن توی محضر خونه و مدارک عقد رو سرقت بکنن، درسته؟ اونجوری که من فهمیدم هاتف که خیلی خاطر ارغوانو میخواد، میخواد انتقام بگیره. انتقامش چجوریه؟ معتاد کردن حامد، پاپوش درست کردن واسه من، مواد مخدر توی سرپناه، جور کردن پول دیه مادر پارسا. بله دقیقا، من به امیرم گفتم با چند تا تماس و یه پیگیری ساده میتونم حکم جلب همشونو بگیرم. کار ما مدرک میخواد، بدون مدرک با این روابطی که دارم به راحتی میان بیرون. وقتی هم که بیان بیرون یعنی تمام. امیر جان مگه نمیگی این خانم رئیس شرکت چند روزی میخواد بره؟ اون وقت چی؟ آیا مدرک مهم یا دسترسی به فایل اصلیشون، اونی که توش همه چی مشخصه، حسابای اشخاص، آدمای مرتبط، شماره حسابای جعلی و هزار تا چیز دیگه. سب کنم این رفقای تو میدونن الان هاتف کجاست؟ نه، برای اینکه اصلا هاتف مهم نبود، ما بیشتر دنبال رد پولشویی تو شرکت بودیم که یه دفعه خانوادگی شد. اصلا تعجب میکنم این پسر هاتف واسه چی باید با تو اینجوری تسویه حساب بکنه؟ خدا رحمت کنه عمو سید، اونم همینو میگفت. یعنی فکر میکنی که ماجرای مرگ سید با این قضیه مرتبطه؟ مطمئن باش که مرتبط بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه سید یه چیزی فهمیده بوده؟
قضیه مرتبط نبوده باشه. خب چی شد؟ یعنی چی هیچی؟ مگه میشه این بچه آب شده باشه رفته باشه تو زمین؟ نه خب گوش کن ببین چی میگم. همه جا رو میگردین، تمام ویله های لواسون، تمام خونه هایی که تو سطح شهر دارین، خونه های خالی رو میگم، اسکندر کلید همشون رو داره. آره، باشگاه اسب سواری، هتل، پاساژا، انباراشون، همه رو یک به یک میگردین، فهمیدین؟ بعدم تا خبری برام نداشته باشین به هم زنگ نمیزنین. خداحافظ. خب بیا با همین ماشین برو. نه مامان جان، با ماشین خودم میرم، وسیله توش دارم. حواست هست که عاطف همین دورو براست؟ اما عنایت همه چیزو به شما گفت؟ عنایت همیشه همه چیزو به من میگه، برعکس تو. خودش به من گفت شما چیزی نگم، دلیلش هم نمیدونم. دیگه دلیلش مهم نیست. بهت گفته بودم علاقت به امیر تاوان داره، بفرماینم تاوانش هاتف. ماما خیلی میترسم، کمکم کن. الان دیگه هممون میترسیم ارقبان. فقط میخوام بدونم چی تو فکرشه، یعنی با خودش فکر کرده که بلایی سر امیر بیاره میتونه منو به دست بیاره؟ احمقه، خیلی. ولی نقشش احمقانه نیست. فکر کرده میگم خارج از کشورم، بعد میاد سر فرصت هر بلایی دوستاش سر امیر میاره و برمیگرده به تو، قلب شکسته تو درمان میکنه. خب الان چی؟ الان که همه چی لو رفته، دستش رو شده، نمیدونم، شاید هنوزم یه راه حلی باشه. چرا؟ این که تو دوباره برگردی به عاطف، اینجوری امیرم آسیب نمیبینه. یعنی به خاطر امیر از امیر بگذرم؟ به نظر من یه آدم عاشق این کارو میکنه. هیچ وقت. پس بشین و منتظر باش ببین عاطف چیکار میکنه، چون هنوز امید داره به تو برسه. اگه کاملا قطع امید بکنه، هر بلایی ممکنه سر امیر بیاد. مامان اگه یه وقت برسه هر وقت امیر چی؟ منم الان همینو گفتم، ولی من اگه جای اون باشم میام سر وقت تو، نمیرم سر وقت، چون کسی که همه چیزو خراب کرد تو بودی ارقبان. پشیمون نیستم. باشه، پس مواظب خودتو امیر باش، از دست من دیگه هیچ کاری بر نمیاد. برو. خداحافظ. خداحافظ. ما قبلا همدیگر رو دیدیم. من رفیق مالکم، مالک پور سلیم. من اومدم بگم که همه چی رو میدونم خانم مشکات. منظورم بلایی که دارین سر مالک و خانوادش و تک تک بچه‌هاش میارین. مالک
خودم با چشمام دیدم که چک کشیدی واسه همون زن و مردی که پسر مالک آلوده کردن. پس میرم سراغ همون زن و مرد، پاشونو میکشنم دادگاه و ازشون اعتراف میگیرم. بعد میرم سراغ کسی که برای مالک پاپوش درست کرده، از اونم اعتراف میگیرم. البته مطمئنم که اونم به خواسته شما بوده. بذارین خلاصه کنم خانم مشکات، شما باید برای تک تک کارهایی که کردین تقاص پس بدید. سید مدت انقدر درگیر خودم و کارام بودم که همه چی رو فراموش کردم. هر کسی جای خودش داره، جای سید همیشه خالی میمونه، جای تو هم خالی بود. ای خوشحالم که جای خودتو پر کردی. اگه تو این مدت از دستت ناراحت بودم، نمیخواستم ببینمت، فقط به خاطر این بود که ذاتتو میشناختم ولی ظاهرتو نه. خوشحالم که ظاهر و باطنت یکی شده. ببینیم تو یه چای بخوریم. نه دیگه، من میرم آگاهی دنبال پرونده سید. شما به کم مراقب خودت باش. اما کار امیر مهمتر از پرونده سید. اما جون به کاری که میکنی یه درس هم شکل نکن. تو الان تو جبه قدم حتی جلوتر، ما هم پشتتیم. ممنونم اونجا بایجستم. یه حالی مرغم خود باشه. خدا فیدش. سلام آقا مالک، تسلیت عرض میکنم. خیر باشه. والا اومده بودیم برای وساطت، مثل که بد موقع مزاحم شدیم. تسلیت میگم جناب پورسلیم، نمیدونستیم که دوستتون فوت شدن، وگرنه این موقع مزاحم نمیشدیم. اومده بودیم برای زندگی این تو جوون یه تصمیمی بگیریم و الانم که موقعیت مناسبی نیست. میریم یه وقت دیگه میایم که هم حال شما بهتر باشه، هم حدیث جان باشن. مرزی، مگه عدیس خونه نیست؟ رفته بیرون، هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. کجا؟ ما هم نگران همین هستیم، البته اول حدیث خانوم بعدم پسر خودمون. روزتون بخیر آقای پژوهی.
بله پاس شد، ممنون. طبق قرارمون دیگه، من هیچی از این خونه نمیبرم، حتی یه دونه قاشق. فردا فقط لطفاً رأس ساعت بیاین، من مسافرم نمیتونم معطل بشم. میبینمتون، خداحافظ. سلام. قرار نبود بری شرکت تو هم بیام؟ اومدم که با هم بریم. خب من اصلا متوجه نمیشم ماجرا چیه. هیچی. چرا فکر میکنی ماجراییه؟ چون هست. از دیروز همش کنار منی، یا پیش من تکون نمیخوری. فکر نمیکنی رفتارت غیر طبیعیه؟ همه شک کردن آخه. یعنی دوست داشتن تو انقدر غیر طبیعیه؟ باشه، مزاحمت نمیشم. ارغبو حالا چرا ناراحت میشی؟ بریم صحبت میکنیم. من یه سوال ازت کردم که جواب ندادی، همین. ناراحتی نداره که. من فقط میخوام با هم باشیم، همین. فکر کن خواب بد دیدم، فکر کن بهت وابسته تر شدم، فکر کن یه حسی که نمیتونم بگم چیه. فقط مقاومت نکن. خیلی خوب باشه، حالا چون ناراحت میشی. امرم لباس هم بپوشم بیا. چقدر خوشحالم حدیث و پارسا با هم آشتی کردن. آره واسه خودمونم خیلی یه دفعه بود. بین این همه اتفاقای بعد فرصت کردیم یه نفسی تازه کنیم تا با اتفاقای بعد دیگه کنار بیاییم. میگم ارغوان، مادرت رو سیکه میره؟ چند روز دیگه. تاریخ دقیق بلیتش رو نمیدونی؟ چطور؟ یه چیه همین جوری گفتم حالا که داره میره سورپرایزش کنیم. سورپرایز؟ آره دیگه، قبل رفتنش یه جشن خداحافظی بگیریم، یه کاری بکنیم که خوشحال بشه. خب الان زنگ میزنم تاریخ دقیق سفرش رو میپرسم. نه الان که نه، الان که زنگ بزنی شک میکنه. یه جوری تاریخ بلیتش رو نگاه کن، نمیدونم یه جوری از زیر زبونش بیرون میکش دیگه. آره راست میگی، مامان خیلی باهوشه، بهتر غافلگیرش کن. میگم ارغوان، یه آب میوه فروشی اون جلوتره اون ور خیابون، نگه دار یه آب میوه بگیریم. نه ممنون، من آب میوه نمیخورم. تو که همیشه آب میوه دوست داشتی. آره ولی الان میل ندارم. خب لاغر نگه دار واسه خودم بگیرم، گلون خوش شده حواس کردن. خیلی نامردی امیر، یعنی بدون من میخوای بری آب میوه بخوری؟ چرا ناراحت میشی ارغوان؟ یه آب میوه است دیگه. باشه فکر کردی من میرم آب میوه تنهایی برای خودم میگیرم، ناراحت نشی دیگه. باش برو بگیر. نه چیزی نیست، پیاده نشی. یعنی چی چیزی نیست؟ زده آینه ماشین رو داغون کرده. بهت میگم چیزی نیست، یه آینه است دیگه، میریم عوضش میکنیم. دوباره پیاده میشی میری دعوا درست میکنی. چی ولش کن، نمیخوام دعوا کنم که، خسارت زده. میخوام برم ببینم چی به چیه، نهایت زنگ میزنیم افسر بیاد. امیر جان بهت میگم پیاده نشو دیگه. شته تو دیوونه شدی؟ برای چی داد میزنی؟ ببخشید، معذرت میخوام، سرت داد زدم. امیر جان خواهش میکنم ازت پیاده نشو. ارغوان برای چی میترسی؟ میخوام برم با یارو صحبت کنم. بهت میگم پیاده نشو. برای چی نرم بیرون؟ میخوام برم باش صحبت کنم ببینم چی شده. همین دیگه. اصلا چرا نباید برم بیرون؟ چرا؟ چون
حاتف اینجاست. چی؟ حاتف؟ شرمندم آقا، بابا افتاده گوشه بیمارستان، خودم ازارشو درگیری دارم، اصلا نفهمیدم چی شد. خانم شما یه چیز به آقا بگو، ماشین شما هم که گرونه، ما هم زورمون نمیرسه بخواییم تو اون بدیم، اگه راه داره برات بیمیست. بیمه داری؟ نه، اگه بود که میبردم اونجا الان خسارت رو برات تعریف میکردیم. اگه راه داره بیخیال شو، ما هم گرفتاریم، خرج زن و بچه رو در میارن، از این رفیقامون موتورشون رو میگیریم روش کار میکنیم. برو آقا. دمت گرم آقا، خیلی حال دادی، نوکرتم. یه بار دیگه تکرار کن. حاتف چی؟ پس من یه تومه بودم که تمام پرشویی و اختلاساتون رو بندازید گردن منو در بریم؟ پس تمام این مدت من تو بازی بودم. تا وقتی عاشقت شدم، تا وقتی التماست کردم و به دست و پای مامانم افتادم که تو رو به من ببخشم. ولی نمیتونستم بهت بگم، چون میترسیدم بری، چون مامانم رو نابود میکردم، چون یه آدم دروغگوی درو میشدم واسه امیر. تو تمام زندگی منو زیر و رو کردی، من نمیتونستم ازت بگذرم، اما حقیقت هم نمیتونستم بهت بگم. ازت خواهش میکنم بفهم، اگه بفهمی درکم میکنی، اگه درکم کنی دیگه ولم نمیکنی. التماست میکنم چشمتو رو همه اون گذشته ببند جز من. امیر نگام کن، من همه رو رسوا کردم تا تو سالم بمونی، همه پشتوانم رو دادم تا تو پیشم باشی، اگه نفهمیم من بدبخت میشم، اگه نفهمی من دیگه هیچ کس رو تو این دنیا ندارم. باید فکر کنم، باید فکر کنم آقا.
یعنی همه چی رو اعتراف کرده؟ آره باورم نمیشد. همه چی رو گفت. نقشای حاتف، عنایت، افسانه. وای میسم این خیلی تعجب داره. تعجب نداره، این دختره واقعا میخواده تمیر. اینو فهمیدم، ولی نه تا زمانی که بفهمه منم ماموره. بابا عجب موقعیتی. آره خودم هم غافلگیر شدم، گفتم بیام پیش تو هم فکری کنیم ببینیم حرکت عاقلانه چیه. راه که هست، همین الان به بچه های حفاظت و امنیت میگم نامه‌نگاری حکم جلب رو بگیرن و بعدش هم که دیگه اعترافاتشون رو کار رو تموم میکنه دیگه. آبا اون که میدونم، ولی ارغوان مهمه. به هر حال نوکرتون داداش، من نیستم، بی خیال ما شو. چیو نیستی؟ یعنی چی؟ ترسیدی؟ هرچی با چه شرابر میگی واسه خوده؟ چرا نگفتی یارو ماموره؟ چی گفتی؟ جونم مادرت هاتف ما رو با مامور جماعت در نندار، یکیشون رو بفرستون دنیا، کل خاندانتون بفرستم اون دنیا، میفهمی؟ مامور چیه؟ چرا مزخرف میگی؟ طرف یه حساب داره ساده است. ساده منم نوکرتم، ساده تویی، هممون رو گذاشته سر کار. من الان جلو اداره شم، میخوای از سردرش عکس بگیرم ببینی کجاست؟ جلو در کرونا داری؟ آره نشو نوکرتم، یا تو خیلی خنگ و ببو گلابی یا این بابا هفت خطه دورتون زده داده. چرا نمیفهمی تو؟ سعید مطمئن شو بعد حرف بزن. ای بابا تو فکر کردی با یه آدم اسکل پلش طرفی؟ میگم چند روز آمارشو دارم، الان هم یه موتوری گرفت سه سود خودش رسون جلوی نداره، منم چشم ازش بر نداشتم، میفهمی آتف؟ پایان ماموریت سعید ساخبوس اعلام میکنم، پایان. من مامور پامور نمیکشم، افتاد؟ تو نکش، من میکشم. الو این خانم افسانه مشکات تا دو روز دیگه میره مسافرت، فکر میکنی بشه توی این دو روز به فایلا و اسناد اصلیشون دسترسی پیدا کرد؟ بعید میدونم، خیلی حواسشون جمعه، به خصوص که الان فکر میکنه همه چیو به ظاهر به من سپرده. بذار زنگ بزنم بچه‌ها بیان یه جلسه فوق‌العاده بذاریم ببینم میشه یه راهکاری براش پیدا کرد. میسم یه لحظه صبر کن، یه پیشنهاد دارم. با ارغوان حرف بزنم بگم من مامورم، ازش بخوام تمام حرفایی که به من زده به عنوان شاهد تو دادگاه اعتراف کنه. ریسکش خیلی بالاست، از کجا مطمئنی همکاری کنه اصلا؟ با از علاقه‌ای که بهم داره. حتی اگه بفهمه ماموری، حتی اگه بفهمه تو کل این مدت تو هم داشتی نقش بازی می‌کردی. نمی‌دونم، بازی مردونه میگه وقتی طرف باهات رو میاد جلو تو هم باید باهاش رو باشی. نمی‌خوام توی دادگاه حقیقت بفهمی، دور از انسانیت. شایدم دور از احساسه. میسم ارغوان خیلی تغییر کرده، الان خیلی پاکه، به خاطر من حاضر هر کاری بکنه برای اینکه منو از دست نده. تو اینقدر نامرد نیستی که بخوای از احساسات اون دختر سوء استفاده کنی. از طرفی هم میدونم که خیلی خاطرشو میخوای، میدونم که اونقدری که این پرونده برات مهمه اون دختر هم برات مهمه. یه جورایی آره. بذار فکر کنم، الان وقت نداریم. خواهش میکنم به من اعتماد کن. باشه قبول میکنم، برو همه حقیقت رو بهش بگو. الان هم زنگ میزنم میگم که پرونده وارد فاز امنیتی شده، برای تو هم میگم مراقب بذارم، نامنگاری ها و دستورهای قضایی رو برای تماهنگ میکنم. امیر اگه یه درصد فکر کنی خطری تو رو تهدید میکنه الان بگو، چون در غیر این صورت اون موقع دیگه کاری از دست من بر نمیاد. نمیخواد نگران باشی، همشون رو دستگیر میکنه. یا حق. خیلی خوب، فعلا.
الو امیر جان. الو ارغبان جانم. کجایی؟ همونجا، همونجا که ولم کردی و رفتی. باید ببینمت. از خدامه، هرچی بگی حقمه، فقط بگو کجا میام. ببین همون جایی که هستی بایسته تو من خودمون برسونم. خب یه چیزایی هست که باید بهت بگم. آقا چیکار میکنی؟ امیر خشو زیاره نست. امیر جان یه چیز گوشی دسته که امیر امیر یه سوالی کنم راستش میگم هزار تا سوال بپرسم تو من دوستت دارم بیشتر از همه چیز بیشتر از همه کس تو فکر میکنم به روزایی که قرار بیاد خوشبختیمون فکر میکنم چرا اینجوری برنگاه میکنی؟ روزا رویایی برم من واقعی هم دیوونه الان کنارتم همیشه کنارتم روز اول که دیدمت مثل رویا برام دست نیافتنی بود باورش سخت باورش کن نادر همین جوری که الان من باورش کردم اتفاقی برای امیر افتاده ما داشتیم تلفنی با هم دیگه صحبت میکردیم تلفنی چرا صحبت میکردیم مگه با هم نبودیم اون از من جدا شد برای چی از تو جدا شد حرف بزن حرف بزن آقا حرف بزن حرف بزن حرف بزن حرف بزن بگو بگو مامان همه چی بهش گفتم تو چی کار کردی؟ مجبور شدم به خاطر جون امیر این کارو کردم اینم گفتم که نقشه ها تموم شده حاطفه که دست بر نمیداره بیشون تو احمق‌ترین آدمی هستی که به زندگیم دیدم آقابان پاشو گمشو از خونه من بیرون مامان جان میخوای بزنی بزن ولی التماست میکنم جون امیر رو نجات بده منو مامان صدا نکن بچه من خیلی وقت مرده بیچشم رو حیفه همه ی عمرم که پای تربیت تو هدر شد حیفه جوانیم حیفه زندگیم لیاقت تو همون خانواده کسافته ماما جان بلند شو برو ماما چی کار میکنی؟ دیگه تموم شد ماما کمکم کن میرم شد همه تون دارید به جهنم سید همیشه میگفت خدا به اندازه ای با نمون سختی میده که تا به تحمل شدشته باشن اگر رابطه حدیث و پارسا جوش نمیخورد شاید تحمل مرگ سید پاپوش مواد مخدر توی سرپنا وضعیت امیر و حامد اوضاع این چشم خراب کمرم رو خم میکرد مرزی خوشحالم که این دو تا بچه به هم برگشتن خدا رو صد هزار مرتبه شون هر چقدر که پشتمون به هم گرم باشه هر چقدر که اعتقادمون قوی باشه یه موقعی خلاصه کم میاریم
اون وقتی که خدا یه نشونهی میفرسته، یه چیزی میذاره سر راه آدم که مثل معجزه میمونه. واقعا هنوز توی اتاق برن با هم دیگه اختلاط میکنن؟ آره، فکر کنم برای یه هفته حرف واسه گفتن دارن. حالا دیگه خیالم از بابت جفتشون راحته. چطور؟ موقعیت سخت قبل از ازدواج باعث میشه قدر همدیگه رو بهتر بدونن. آره، یه چیزی میخوام بگم، الان نمیدونم با این حالا هوایی که داریم، حالای خوب و بد، نمیدونم درسته یا نه، ولی میگم، چون فکر میکنم همونطور که حال منو خوب کرد، حال تو رو هم بهتر میکنه. بگو مرسی، میشنوم. داشتم با ارغوان حرف میزدم، یه دفعه ناخودآگاه دستش رو گرفتم. فکر کن چی دیدم. چی؟ یه خال کف دستش. اینه بهارمون. ای قربونم خال کف دستت بشم. الان دیگه احساس میکنم بهارم پیش ماست. سلام بابا، بهتری آقا جون؟ ممنون آقا جون، شما خوبین؟ چشمتون بهتره؟ خوبم. آقا جون، چیزی بود که میخواستم بهتون بگم. چیزی که مال گذشته است، بذار توی یه فرصت مناسب با هم دیگه حرف بزنیم در بروش. بحث گذشته نیست آقا جون، بحث الانه. نوشین خانم بهم زنگ زد. تو جوابشو دادی؟ میخواست ببینتم، عذرخواهی کنه و یه سری حرفایی که گفت باید بدون. خب شما چی گفتی؟ آقا جون من با اجازهتون گفتم بیان، گفتم من دیگه چیزی از خانواده هم مخفی نمی کنم. اگه چیزی هست که قراره من بدونم، ترجیح میدم با خانواده هم با هم بشنم. چقدر کار خوبی کردی تو. زنگ بزنیم به پلیس. سب و مرزی گفتی میخوان بیان عذرخواهی بکنم. بله آقا جون. این یعنی هنوز فرصت است. هوامون نداره.